تعریف کن کی بود، چه روزی بود، کجا بود؟ ما گفتیم مشهد ولی ظاهرا مشهد نبود. نه مردم میخوام بدونن تهران، تهران پارس منطقه استر. تقریبا ساعت 1 بود، میگم مثلا کار خدا بود، من هیچ کاری نکردم. من اینکه هر روز ساعت 4 خروج میکنم، اون روز مرخصی ساعتی گرفتم، ساعت 1 گفتم که بیام برم خونه، سرم درد میکرد. بعد دیگه تقریبا ساعت 1:15 بود رسیدم جلو در دژبانی، یه سوئیچ هم جا مونده بود، دوباره برگشتم رفتم اونجا. یعنی کار خدا بود سوئیچ هم جا بمونه من برم اونجا. رفتم سوئیچ رو برداشتم اومدم طبق روال که بیام تو کوچه ماشین رو پارک کنم. تو کوچه جا پارک نبود، دنده عقب گرفتم کوچه بالایی برم بره خیابون بذارم. دیگه اون صحنه رو دیدم که یارو دزده داره پشت میره خانومه رو بگیره گوشی موشیشو، که اون لحظه غیرتم قبول نکرد دیگه، گفتش فکر کنم مثلا مادر خودته. یه رفتم با ماشین زدم بهش رو درگیر شدیم. اولا که چیز بگم، این که زده با ماشین زده کار خوبی نیست، یعنی از امروز مثلا دوز میبینه تو خیابون با ماشین نزنید بشین، خودش اتفاق خوبی نیست. ولی یه لحظه فکر کرده مادر خودش خورده زمین دیگه و نتونسته، یعنی چشاشو بسته و رفته جلو و دزده رو گرفته. میخوام الان که میگی به فکر مادرم افتادم، مامانت حتما الان کلی نگرانه تو روزایی که میری خدمت، چون من خودم این فضا رو کشیدم. یکم با مامانت صحبت کن. اینجا قربونت برم مامان، همین منتظر صحبت کنیم. دوست دارم مامان. کرم ما بیننده های عزیز، محمد جان خیلی بالاخره تلاش کردیم و صحبت کردن بچه ها که این شیش ماه تو ببخشن، گفتن نمیشه دیگه قانونه و اصلا امکان نداره ببخشیم. درسته آقای شهباز؟ خدمت شما عرض کنم که اولا کاری که برادر عزیزمون آقای نوری انجام دادن ارزشش بسیار بسیار بیشتر از این فرمایش حضرت عالی هست و امیدوارم که انشاءالله، البته مقدمات کار فراهم شده، ایشون به نحو مقتضی و به بهترین شکل مورد تشویق قرار بگیرن و ما سعی میکنیم که با لحاظ مقررات و در چارچوب مقررات نظامی انشاءالله همین 6 ماه رو هم یه فکری بکنیم انشاءالله مورد عفو قرار بگیریم. با همه پدیده های زندگیت اینجوری برخورد میکنی محمد؟ مثلا الان تو ذهنت این بوده یه سال بعد خدمت کنی، الان شده 6 ماه، همجوری وایس بدی من نگاه میکنی؟ خبر قطعی نگفت بابا. چرا دیگه قطعی گفت؟ تمام شد دیگه، گفت 6 ماه دیگه بعد چجوری باید بگه؟ من متوجه نشدم. به خدا خیلی سخته، یعنی 6 ماه خود سربازی سخته، خودتون رفتید میدونید چجوریه. حالا 6 ماه اضافه اون خیلی دیگه وحشتناک شده. بخشیدن تموم شد دیگه، دستشون دار نکن. باورت نمیشه؟ نه نه به خدا باورم نمیشه، چون من رفتم کلی سعی و تلاش کردم واسه بخششش، گفتم مسئول مستقیم 2 ماه تو میتونه ببخشه. خب نه الان اصلا باورم نمیشه که 6 ماه بخشیدن. الان چیکار کنیم بچه ها؟ همسایه یاری کنن که باورش بده؟ نه گفتن انشالله خیلی مبارکت باشه، مبارک مادرت باشه که 6 ماه زودتر این گل پسرش رو میبینه. مخلصم. صحبتی چیزی اگه داری؟ صحبت که گفتم یه بی تفاوت نباشیم فقط، یعنی همچین صحنه‌ای دیدیم کمک کنیم، حالا درگیرم نشدیم از دور یه دادی بیدار یه کاری بکنیم دیگه. اینه مادر من بود مثلا، شما هم فکر کنید مادر خودتون. دمت گرم خیلی هم